پاکستان هنوز هم لانه امن گروه های حراس افغان است و این کشور اقدامات بسنده در برابر این گروه ها انجام نداده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا که روز چهارشنبه پخش شد، آمده است که پاکستان هنوز هم لانه امن گروه های حراس افغان است که حمله ها را در افغانستان و هند انجام می دهند. بر بنیاد این گزارش، اسلام آباد در برابر این گروه ها اقدامات بسنده نکرده است. در این گزارش که بر مبارزه با حراس افغانی در جهان در سال 2019 متمرکز شده است، به گونه ویژه از حمایت پاکستان از طالبان افغان و لشکر طیبه که در برابر افغانستان فعالیت دارند یادآوری کرده است. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه بسوی صلح با من حارس جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای دکتر فضل من الله ممتاز، آگاه مسائل سیاسی، اینجا در استودیو با من است، و همچنان آقای عبدالبصیر صهیب صدیقی، آگاه مسائل سیاسی، از طریق خط اسکایپ از آلمان روی خط تماس است، و همچنان آقای حمید عزیزی استاد دانشگاه از ایران از طریق خط اسکایپ با ماست. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای صدیقی، میخوایم بحث ما با شما آغاز بکنم. باورمندی شما چی است که نشر این گزارش در این شرایط حساس میتونه بازگوی واقعیت‌های موجود در داخل پاکستان باشه؟ یا فکر میکنین آنچه را که پاکستان گفته این گزارش بیشتر جنبه های سیاسی داره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای گرامی جمالزاده و دوستان محترم شریک در بحث و ملت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مورد سوالتان باید به عرض برسانم که شرایطی که در امریکا وجود داره، مسئله سر، یعنی تقریبا یک نوع برجستگی تفکر ناسیونالیسم در روابط، مثلا در شکل گلوبالیزمش و به صورت ماس گلوبالیزم در انتخابات امریکا ما باز رگه های زیرا و باز چیزهای زیرا میبینیم و این برجستگی ها را کم و زیاد میبینیم. ما فکر میکنیم که زیادتر مسئله سر امی مسئله انتخاباتی و مناسبات داخلی امریکا متمرکز است. آنچه که در بیرون وجود داره، در بیرون یک تفاهم بین ایالات متحده امریکا و طالبا به امضا رسیده و این مراحل تکمیلی خود تقریبا تا حد نیمه به انجام رسانیده. یعنی آقای صدیقی فکر نمی کنین که هنوز هم پاکستان به عنوان لانه های امن گروه های حراس افغان باشه؟ چیزی که در این گزارش روی از تمرکز رفته و گفته که هنوز هم مدارس زیاده در پاکستان وجود داره که بحث حراس افغانی و افراطیت ترویج میکنه. ببینید، ما در پاکستان وقتی که ما متمرکز میشیم، بحث سر پاکستان متمرکز میسازیم، این طبیعی است که مثلا مراکز طالبا، اکثر مراکز طالبا در پاکستان وجود داشته و تا حالا وجود داره. اما حال مسئله این فرق میکنه با امضای توافقنامه و با امضای این تفاهم به طرف صلح، این که یک نوع به اصطلاح در حالت ما قرار داریم که به طرف یک همگونی منطقه روان است در روابط بین الملل، و این چیزایی است که ایره اگر سالها گفته شده در اینجا در مسئله و واقعیت هم داشته. این پاکستان است که مثلا طالبان را میاره به سر میز مذاکره میاره، پاکستان است که تضمینای برای ایالات متحده در حد یک ثبات منطقوی در منطقه برزو میته، امریکا مطمئن میشه و با او اطمینان با طالبا یک تفاهم نامه را امضا میکنه که به طرف صلح میروند، و این چیزایی است که در ای ما باید بحث متمرکز کنیم. ای که در پاکستان لانه ها وجود داشته، ای واقعیت از داره. ای که در پاکستان چیگا پای بوده، ولی آل مسئله مهم است که ما پس از یک در یعنی شرایط بسر میبریم که او بعد از امضای یک توافق و تفاهم نامه بین ایالات متحده امریکا و طالب هاست که یک بخش تقریبا 50% صلح را به اکمال رسانده، و 50% دیگه ازی که مربوط میشه به مذاکرات بین الافغانی و تعامل بین خود افغان ها در شکل افغانیش،
ای بس ای مسئله مهم است. تشکر آقای صدیقی، دوباره به شما برمیگردیم. آقای عزیزی، چرا پاکستان به خاطر برچیدن لانه های گروه های حراس افغان در داخل خاک پاکستان تا اکنون اقدام نکرده با وجود خواستهای جهانی در این قسمت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد جمالزاده عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، دکتر صبح ممتاز و همچنین دوست عزیز دیگه ما حاضر در بحث و بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون خورشید. فضای سیاسی افغانستان، منطقه و جهان از یک بودی اگر به عبارتی واقع بینانه به اون نگاه بکنیم، این است که ما بیشتر خوشبین به این میشیم که آیا در گزارش بر فرض مثال صنایع امریکا یا در گزارش سازمان امنیت امریکا یا در گزارش های مختلف یادآوری شده از این که در پاکستان لانه های حراس افغان ها وجود داره یا نداره، یا پاکستان همکاری میکنه یا نمیکنه. این بیشتر به دلیل از این که مردم افغانستان اکثرا در طول 40 سال امیدهای مختلف برشان ایجاد شده و امیدها ناامید شده، یک دلخوشکنی هست. اما بیاین از این بود به قضیه نگاه بکنیم که اکثریت مقامات امنیتی و نظامی آمریکا در دوره هجوم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان از نقاط مختلف، از آموزشگاه‌های مختلف در پاکستان دیدار کردند، در اونجا حضور داشتند، حتی طرح و نقشه بعضی از اینها رو ممکن کشیدن، سلاح‌های مختلف پیشرفته ای که در او زمان در اختیار افراد و گروه‌های مختلف قرار می‌دادن اونها رو رصد می‌کردن. یعنی در حال حاضر هم فکر میکنین که موجودیت لانه های امن گروه های حراس افغان مسیر منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه تأمین بکنه؟ 100% همینطور هست. من هنوز به حسن نیت ایالات متحده امریکا در رابطه با مبارزه با تروریسم و مبارزه با به عبارتی برچیدن لانه های حراس افغان ها فکر میکنم که هنوز این حسن نیت وجود نداره و قاطعیت وجود نداره. ایالات متحده امریکا با کنترل کردن هر دو طرف بازی ها و با تصاحب هر دو طرف بازی ها معمولاً به دنبال تأمین منافع خود در سطح منطقه و در سطح جهان هست. شما ببینین کشور پاکستان هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ جنبه های مختلف دیگه در سطح دنیا در جایگاهی نیست که بتونه آمریکایی ها را فریب بده. در رده سیاسی به عبارتی رسانه‌ای اگر ما واکنش هایی را میبینیم، تصور ما برای است که پاکستانی ها امریکایی ها را دارن فریب میتن، این یک تصور فکر میکنم واهی است. امریکایی ها میفهمند در پاکستان چی گپ است و حتی ما فکر میکنیم یک بخش بزرگی از کارهایی که در پاکستان صورت میگیره در هماهنگی و همراهی با امریکایی ها صورت میگیره. من یک نقطه را در این قسمت اشاره بکنم. شما دیدین نمونه هایی از میلیاردها دلار کمک ایالات متحده امریکا به سازمان به عبارتی جاسوسی ارتش پاکستان ISI، به خود ارتش پاکستان، اینها وقتی که صورت می گرفت، خب معمولا میگن کسی که نان دهد فرمان دهد. وقتی که این کمک ها صورت می گرفت، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم ابرقدرت بزرگ و با برنامه‌ای مثل ایالات متحده آمریکا کورکورانه پول به پاکستان میداده و در مورد خرچش و در مورد زمینه‌های هزینه‌اش از او بازخواست، سوال یا رصد نمی‌کرده و نمی‌دیده که اینا در کجا او را مصرف می‌کنند. من فکر می‌کنم بازی‌ها هر دو طرف در اختیار خود ایالات متحده آمریکا بوده و هنوزم هست. تشکر آقای ممتاز. در صورتی که ایالات متحده آمریکا واقعاً می‌دانه و باور داره که لانه‌های امن گروه‌های حراس افغان در پاکستان است، پس چرا پاکستان نمیتونه وادار بکنه تا اقدامات بسنده بکنه که خود ایالات متحده آمریکا پذیرفته که پاکستان اقدامات بسنده در برابر این گروه ها انجام نداده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت صدیقی صاحب، همچنان استاد عزیزی. و در ابتدا این را بگم که در خانواده جهاد و بخصوص کابلی های ما تسلیت برشان عرض میکنیم. در گذشت و شهادت علاقدر محمد نادر زلمی سردار جهاد کابل، همچنان نقیب الله هاشمی وکیل شورای ولایتی کابل و شخصیت بزرگ و مطرح رسانه ای ما که اینا درگذشتن به شهادت رسیدن در این اواخر، به همگی تسلیت میگم. موضوع بعدی در مورد قسمی که جناب عزیزی سای فرمودن، فکر نمی کنم که اگر ما سر این موضوع وقت خدا ضایع کنیم بس کنیم که چرا امریکایی‌ها نمیدانن یا فشار نمیارن، وارد نمیکنن بر پاکستان در قسمت ای کلانه های تروریستی میگن یا جایگاه طالبا میگه، پایگاه طالبا میگه در پاکستان وجود داره. این مثلا فکر میکنم یک امر خیلی زیاد ساده لوحانه است، حتی برخی سیاسی های ما که ایره مطرح میسازن در قسمت فکر میکنن که یک موضوع جدید است، بلکه از تاسیس پاکستان بخصوص در 4 دهه اخیر این موضوع کاملا آشکار و
معلوم است. هیچ اما در شرایط فعلی که قرار از مذاکرات بین الافغانی آغاز شد فکر نمی‌کنین که نیاز است این لانه ها برچیده شوند؟ در غیر از او تضمین وجود نداره که پاکستان باز از گروه دیگه در افغانستان. دوست عزیز ما بسیار ساده چی میگن؟ اگر ساده لوها نمیدانن، ساده لوهای سیاسی ما این موضوع را عنوان میکنن به خاطر مارکتینگ که از اونمو اهداف و برنامه های سیاسی خود در اینجا یا جذب یک تعداد کسا در دور بر خود در مورد پاکستان میگن. ببینن کتاب خلیلزاد را بخوانن، کتاب اسپنتا را بخوانن، کتابچه امی که معاون رئیس جمهور بر رئیس جمهور افغانستان، معاون جمهور امریکا بر رئیس جمهور افغانستان میگه که ما 40 مرتبه پاکستان مصالح و منافع پاکستان و روابط ما رو با پاکستان با شما بر سر شما ترجیح میتیم. این یک امر کامل است. خود خلیلزاد بارها این موضوع رو کاملا این مسئله موجودیت و مکان و مراکزی که تمویل میشه و تجهیز میشه و موضوع پاکستان این امر واضح است. یک موضوع مسئله دیگه برمیگردیم در مورد که آل ما بر حق از کسایی که سیاستمدارای مدرن ما بعض وقت عنوان میکنن مسئله لانه های جاسوسی پاکستان میگن یا عنوان میکنن لانه های جاسوسی کشورهای چیز میگن. افغانستان فعلا این مرکز میدان و اصلا باشگاه استخباراتی تبدیل شده. همه کسایی که عنوان میکنن آقا خودت از کجا آمدی؟ ولی فعلا مسئله جاسوس بودن، منصوب بودن به CIA یک نعیبی نیست، افتخار است. پاسپورت داشتن امریکایی، در وجود در ادارات دولتی کار کردن، در مؤسسات جاسوسی که در اینجا دوره مکلفیت جاسوسی یا عسکری خود اینا گذشتن که اینجا وزیر شدن، در کابینه آمدن، 80% اینا آمدن، اینا از کجا هستن؟ کجا هستن؟ مسئله پاکستان هر کسی عنوان میکنه. قسمی که جناب استاد عزیزی فرمودن، آیا ما نمیگیم که در همین 40 سال یعنی کسایی که در پاکستان تربیت شدن، پاکستان تعلیم میدادن، تجهیز میکردن، تعلیم این مسئله کاملا آشکار است، آشکار است. اما این که عنوان میکنن امریکایا جناب محترم برای همین امریکایا کاملا واضح است که در مورد پاکستان و افغانستان هر تصامی میره که امریکایی‌ها در افغانستان میگیرن اتخاذ میکنن به اشاره و به مشوره پاکستان میشه، مصالح و منافع پاکستان رو در نظر گرفته اینا در مورد تصمیم میگیرن. اگر دوستا مطالعه ندارن نخواندن یک بار مراجعه کنن به کتاب آقای خلیلزاد، خودش مراجعه کنن، یک موضوع آشکار است. چیز روز است که ما فعلا بر فاز به حرفا به کلمات بازی کنیم به موضوع پاکستان آیس آی سی آی. بیننده های گرامی اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای صدیقی، در بخشی از این گزارش گفته شده که حکومت پاکستان در زمینه تسهیل مذاکرات صلح نقش بسیار برجسته داشته. آیا ما شاهد تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان هستیم با در نظر داشته آنچه را که گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مطرح کرده؟ بباشن، من این نقطه را درست نگرفتم. پاکستان نقش چی داره؟ منفی یا مثبت؟ در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده که حکومت پاکستان نقش سازنده در روند مذاکرات صلح داشته. حالا اگر راستی نقش سازنده داشته، پس نشان دهنده تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان هستیم؟ خب ببینیم، ما قبل از اینکه به این سوالتان پاسخ بدم یک تذکر دارم و اون تذکر است که ما نمای پاکستان باید در دو بخشی از تاریخ افغانستان مطالعه کنیم. یکی نمای پاکستان و نقش پاکستان در زمان جنگ سرد است که در اونجا بازیگرای صحنه سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا، غرب، مجاهدین و رهبرای تنظیمای مجاهدین بودند. در اینجا ما فرق میکنه. ولی ما وقتی که ما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آسیای مرکزی برجسته می شود، در اینجا پاکستان میبینیم که باز یک نقش دیگه داره. در این نقش است که میبینیم این دو نقش با هم تفاوت داره. در نقش قبلی پاکستان جات متحد امریکا بود. در نقش بعد از جنگ سرد پاکستان ما تقریبا رابطش با روسا نزدیکتر شده رفت.
پس ایج است که ما نمیتونیم که یک الگو برداری امسان کنیم و اردو مثلا تعمیم بیتیم زمان او بخش تاریخی را به این بخش تاریخی یا از این بخش تاریخی ای را تعمیم بیتیم به او بخش تاریخی. بنان ای را باید ما منفصل مجزا و در رابط بین‌الملل ای را باید ما مطالعه کنیم و منطقه. یعنی آقای صدیقی وقت همکاران استراتژیک پاکستان تغییر خورده، یعنی فکر میکنین سیاستش هم تغییر خورده؟ خود طبیعی که سیاست تغییر میخوره دیگه، کدام چیز نیست. یعنی ای که به اصطلاح وقتی که پارامترها پارادایم ها تغییر کنه، طبیعی است که این تغییرات سیاست وجود داره دیگه. ولی ای که پاکستان نقش سازنده داشته در این شکل نیست. پاکستان در تفاهم ما همیشه ارجاع میتونم یکی از وقتی که جنرال جوزف دانفورد در ایالات متحده امریکا باعث ستاد نامزد میشه، رئیس ستاد نیروهای امریکایی نامزد میشه، پلان و برنامه خود به سنا کمیته دفاعی سنا ارائه میکنه، در اونجا یکی از شرایط ای که در افغانستان صلح بیاید طرح میریزه و میگه که روابط ای پاکستان و افغانستان است که و روابط نیک امریکا و پاکستان است که میتونه در افغانستان صلح را ضمانت کنه. و تقریبا میبینیم که بر اساس اینمی که این در سال 2015 بود، بعد از اون ما شاهد عزیزیم که یک میمرندوم بین افغانستان و پاکستان امضا میشه و این تبادل اطلاعات است و این یعنی رابطه به اصطلاح پاکستان و افغانستان در اینجا معلوم میکنه و مسلم است، مشخص است که پاکستان نقش میتونه که نقش اساسی بازی کنه و این نقش اساسی را به خاطر ازی بازی میکنه که خود جریان طالبا یک تقریبا در راستای سیاست های اقتصادی پاکستان عرض اندام کرده. یعنی کمبود دین و دینداری در افغانستان نبود که طالبا عرض اندام کردن و در اینجا برادر محترم ما عزیزی و مولانا صاحب ممتاز سرزی میدانند که این طالبا نبودند که بر ما دین دینداری را یاد بدن، بلکه طالبا بودند که در یک رقابت اقتصادی با وجود آمدند با یک مشخصی دینی. البته او هم که در بعض جا میبینیم که با اصل تفکر دین در تناقض و تضاد قرار دارند. این طبیعی است که پاکستان است که تضمین داده بر مش ای پاکستان است که تضمین کرده که طالبا در برابر داعش و در برابر دیگه القاعده و اینا اگر ضرورت شود بجنگه و ایر امریکا امیدوار عزیز که این جنگ تقریبا از شانه خود سبک کرده و این وظیفه تقریبا در یک ادغام طالب هم شریک می شود که در برابر حراس افغانا بجنگه و جنگ پیش ببره به خاطر ازی که در افغانستان یک ثبات به وجود بیاید و اینجاست که این تضمینات کلش پاکستان داده و طبیعی است که پاکستان لانه ها موجود داشته، لانه ها مراکز هم وجود داشته و همیال هم میبینیم که مراکز وجود داره و این چیزیست که اگر این امکانات پاکستان مهیا نمیکرد و این امکانات پاکستان نمیداد و تضمین نمیکرد اصلا این طرح صلح جای نمیگرفت. تشکر. شما سوال تشکر. آقای عزیزی باور شما چی است؟ ما شاهد تغییر راهبرد پاکستان در برابر افغانستان با آغاز مذاکرات صلح در داخل افغانستان هستیم؟ جناب جمال‌الدین صاحب، من یک نکته را اشاره بکنم. زمانی که ما در رسانه های مختلف افغانستان و از زبان یک از شخصیت ها میشنیدیم که میگفتند که مسیر صلح در افغانستان از اسلام آباد میگذره، من همیشه به این گفت مشکوک بودم. شرایط امروز نشان میده که بله، اونهایی که داد از زیر میزدن که مسیر صلح در افغانستان از پاکستان میگذره، یا نادانسته ی حرف تقلید میکردن از زبان دیگرها یا ای که حرف پاکستان میزدن. نقش پاکستان در افکار عمومی مردم افغانستان چنان برجسته میساختن که همه مردم افغانستان اصطلاحا عقیده و باور و اعتقاد خود نسبت به صلح فقط از خداوند و از همه ابزارهای دیگه ببرن و فقط به این باور باشن که پاکستان است که میتونه ما را خوشبخت بکنه، پاکستان است که میتونه ما را از مرگ نجات بده، پاکستان است که میتونه به ما آرامش و آسایش بده. امروز پاکستان به عنوان متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در کنار آمریکا و هماهنگ و همراه با آمریکا داره عمل میکنه. آمریکایی ها تصمیم گرفتن صحنه را در افغانستان تغییر بدن. با این تغییر دادن صحنه مطمئنا پاکستانی ها هم میخواهند منافع خود، منافع بلند مدت و استراتژیک خود در افغانستان حفظ بکنند. در یک توافق و تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان این کار داره پیش میره، به این معنی که ایالات متحده آمریکا سیاستش تغییر کرده، یعنی صحنه را میخواهد تغییر بده
حالا میخواید با این شعارها و با این حرفها که پاکستان همکاری کرده، پاکستان حسن نیت داره، پاکستان همکار است، پاکستان خواهان صلح در افغانستان است، حتی اگر صلحی هم در افغانستان بیه، این ذهنیت به مردم افغانستان بده که شما مدیون پاکستان باشین به این که پاکستان صلح به شما هدیه کرده، پاکستان این نعمت به شما ارزانی داشته، پاکستان شما باید همیشه قدرش رو بدانین، احترامش رو داشته باشین و به عنوان برادر بزرگتر قبولش بکنین. تشکر آقای عزیزی. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، اجازه بدین که یک وقفه کوتاه بگیریم، دوباره باز برمیگردیم. بیننده های عزیز، اکنون هم یک وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای عزیزی، شما از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان یاد کردین. فکر میکنین که در بحث همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان معامله پنهانی میان واشنگتن و اسلام آباد در این بخش وجود داشته باشه؟ 100% من به این باور هستم. همونطور که در قسمت قبلی اشاره کردم، پاکستان و آمریکا دو دوست متحد استراتژیک هستند، بنابراین در همکاری و هماهنگی با هم پیش میرن. ما عرض کردم که ایالات متحده آمریکا سیاستش تغییر کرده، میخواد صحنه رو تغییر بده، به همین خاطر میخواد اگر صلحی هم قرار است در افغانستان بیه، مردم افغانستان خود را یا صلح را مدیون پاکستان بدانند. بنابر این کشور پاکستان حتی اگر بگیم به صورت مستقل هم تصمیم گیری در مورد قضای افغانستان بکنه، باز مطمئنا مهمترین چیزی که در نظر خواهد گرفت منافع خودش هست. کشور پاکستان در یک منطقه و در یک جایی تشکیل شده که سه کشور همسایش یک بخشی از خاک ازوره خاک خود میدانند و به عبارتی خواهان نابودی و محو شدنش از صحنه این منطقه هستند. بنابراین کشور پاکستان هم به منظور حفظ بقای خود و به منظور حفظ نفوذ خود در کشورهای منطقه و مخصوصا افغانستان، حتما هر گامی را که برمیداره ای گام در راستای تامین منافع بیشتر پاکستان خواهد بود. بنابراین در پشت پرده که هیچ، بلکه در روی صحنه، حتی امروز میبینیم گزارش که منتشر میشه ای است که پاکستان را مثبت جلوه میتن، به این معنا است که یک توافق و همراهی بسیار جدی وجود داره. شما ببینین، ما فکر میکنیم که مثلا آیا ایالات متحده آمریکا نمیدونه که در داخل پاکستان چه خبر هست؟ شما سعی بکنین، اسامه بن لادن در اسلام آباد مورد هدف قرار گرفت، ملا اختر محمد منصور در پاکستان هدف قرار گرفت، اما هیچگاه در شورای امنیت، در جاهای مختلف، در سیاست ایالات متحده آمریکا، در کاخ سفید، در وزارت خارجه امریکا، در مجلس سنای امریکا به صورت مستقل، در موقف عالیش، نه در موقف افراد حالا بالاخره نماینده ها، هیچ انتقادی از پاکستان صورت نگرفت، هیچ گونه تحریمی بر علیه پاکستان مطرح نشد، هیچ گونه فشاری بر علیه پاکستان به صورت جدی و عملی صورت نگرفت که پاکستان را تنبیه بکنن، نه اینکه حالا بر فرض مثال ظاهرا به او فشار بیارن که همکاری بکنن، بلکه پاکستان به خاطر ثابت شدن دروغ‌های گذشتهش ظاهرا هیچ گونه تنبیهی هیچ کسی بر از او در نظر نگرفت که اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد چیکار میکرد، چطور آمریکا برای مبارزه با تروریسم به افغانستان اومده بود و اسامه بن لادن در اسلام آباد نگهداری میشد، یا ملا اختر محمد منصور بر فرض مثال که توسط خود آمریکایی‌ها هدف قرار گرفت در پاکستان چیکار میکرد، چی میکرد، چرا در این کشور زندگی میکرد. ولی به جایش به خاطر سفری که به ایران داشت، ببینید که فشارها بر ایران روز به روز افزایش پیدا کرد و ایران به عنوان حامی تروریسم تحت فشارهای مختلف دیگه قرار دادن. ایران به عنوان حامی تروریسم تحت فشار قرار دارن، اما پاکستان به عنوان پرورشگاه تروریسم عملا هیچ کسی فشاری بر روی ازو نمیاره. بنابر این در پشت صحنه و در روی صحنه یک هماهنگی، همکاری و یک توافق دو جانبه بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان به شدت وجود داره و من نگران هستم که در آینده اگر صلحی هم در افغانستان بیه، صلحی نخواهد بود که ما انتظار و آرزویش داریم، بلکه صلحی خواهد بود برای که پاکستان تصمیم بگیره برای که ما چیکار بکنیم. ما باید کشور تحت الحمایه پاکستان تبدیل خواهد شد. تشکر آقای ممتاز. آیا انتظار مبنی بر تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان هستیم؟ امکان نداره، به خاطر اینکه اگر ما ببینیم پاکستان مثل افغانستان سیاست، یعنی پالیسی پاکستان در انمی است، تاسیس پاکستان به طرف، به خصوص 4 دهه اخیر اگر ما شما درست مطالعه کنیم، درست ادبیات سیاسی پاکستانی را درست درک کنیم، این پالیسی فردی نیست، پالیسی گروه یا تنظیم مشخص معین نیست، بلکه پالیسی یک استراتژی کامل مدروس مطالعه شده است. خب با در نظر داشت راهبرد اصلی پاکستان، حال که می در روند مذاکرات صلح شرکت میکنه و تسهیل میکنه این روند، فکر میکنین که پس از این ما شاهد تحقق اهداف استراتژیک پاکستان در داخل افغانستان باشیم؟ یک بخشش که رسانه‌ای بوده و همواره واضح است، محدود ساختن نقش هند در داخل افغانستان.
ببینین مسئله در کجا از کجا آغاز اینیمی حرکت جدیدی تحول جدیدی که فعلا در سیاست امریکا به وجود آمده ای بساس اونمو پلان یا طرح شده یا پیشنهاد یا دیدگاه پاکستانی ها صورت گرفته. فعلا شما ببینین در این مذاکرات صلح که صورت گرفته بین طالبا صورت گرفته و بین امریکایی ها صورت گرفته چیزی به نام افغانستان چیزی وجود نداره. چیزی در اوجا که موضوع در اوجا موضوع افغانستان مطرح بوده باشه، مصالح و منافع افغانستان مطرح قطعا وجود نداره. آن چیزی را که بعضی از احمقهای سیاسی ما عنوان میکنند، دستاوردها میگن، آزادی بیان هم بیان میکنند، آزادی خانوما را بیان میکنند، حقوق بشر را میگن، دموکراسی را میگن، پیشرفتها را میگن، چیزی یعنی همش کلمات واهی این میانتهی است که اینا عنوان میشه. وجود همین چیز وجود ندارد. ما از همین جا به می خانم بار دیگر بار سوم و چهارم یعنی همین اکنون اجازه بتن شما در سلام صحبت میکنین همین به عنوان یک دستاورد نیست فکر میکنین. سلام تقدیم میکنم به خانم رولاغنی که اولین با وجود ازی که افغانی نیسته اولین کسی بود در سیاست مداره منصوب به افغانستان که جرأت کردن شجاعت کردن که در واشنگتن اظهار کرده که آن مذاکراتی که بین امریکا صورت میگیره و بین طالبا صورت میگیره قطعا در اوجا در اونجا قطعا مسائل افغانستان مطرح نیست و قطعا ما در جریان قرار نداریم اینا گفت. و همچنان شما ببینین امی یک ضرب المثل است در زبان عربی میگه اگر شما میخواین راز یک سیاستمدار را به دست بیارین یا از سکرترش پرسان کنین یا از خانمش پرسان کنین. خانم خلیلزاد گفت که این کلمات این مسئله آزادی بیان حقوق بشر حقوق خانما این مسئله ساده لوحانه است که ما را دیگرها به یا وادار میسازن یا پلیس مقرر میکنن که ما حفاظت از این را در افغانستان کنیم. در کجا گفت که طالبان مسلط هستند حقوق خانما در اوجا وجود نداره؟ کجاست که خانما را ذبح کردن؟ این حرف خانم خلیلزاد است. اگر این ساده لوحای سیاسی ما تا به حال فهمیدن دلسوزی به افغانستان دارن آره باید بفهمن، ولی مسئله در اینجاست جناب محترم. این کسایی که شما میبینین که 85% کسایی که فعلا اداره افغانستان پروژه گرفته پروژه بگویم حکومت نه در 18 سال حکومت یعنی کسایی هستن کسای قراردادی هستن به خدا قسم است بسیار ساده بگویم برتون اگر در فکر صلح بوده باشه یا در فکر آینده افغانستان باشه در فکر نسل یا نسل‌های آینده افغانستان باشه یا در حال حاضر بوده باشن اینا اشخاصی هستن قراردادی فقط عقل از اینا اونم تحصیل از اینا بکرا از جهت‌های استخباراتی گرفته شده در افغانستان این مسائل وجود نداره. خب در صورتی که اراده بر خاطر صلح وجود نداشته باشه برایند این پروژه ای که شما گفتین چی است؟ حقیقت امر شما ببینین بسیار واضح بگویم از مکسی بسیار واضح بگویم به خاطر اینکه ما امروز در این موقفی که با مردم صحبت میکنیم میلیون ها هزار ها نفر می قضاوت میکنن در قسمت گفته های ما که موضوع را ما تحلیل میکنیم. گر مسئله در اینجا است آیا حیات صلحی که تشکیل شده کسایی که اصلا جنایتکار بودن فساد اخلاقی داشتن فساد مالی داشتن قاچاق مواد مخدر بودن آیا شما نمیبینید که در پارلمان اجازه نرفتن که اینا خود کاندید کنن به خاطر تخلف اینا به نمایندگی افغانستان در حیات صلح میرن با ملا هیبت الله اینا صحبت میکنن آیا اینا دلسوزی به افغانستان آیا کسایی که با طالبان فعلا در مذاکرات صلح صحبت میکنن آیا شما در بین 4 نفر کسی دارین که فرایض نماز و دین و روزه را بفهمن احکام دین را بفهمن مقاصد شریعت را بفهمن اینا حدود خداوند را بفهمن شریعت را بفهمن بتونن به طالبان استدلال کنن با منطق صحبت کنن اینا بودن آیا کسی در بین ازیا وجود داره آیا کسایی وجود داره که رقیب دیروز رقیب طالبان بودن در بین ازیا وجود داره یعنی شما فکر میکنین این اقدامات قصدی بوده که یک گروه به نام هیئت صلح با ظرفیت اندک تعیین شود تا اینکه توان استدلال در برابر طالبان داشته باشه همه شانه نمیگم ولی اکثر اعضای هیئت که شما ببینین ما نمیخوایم از اخلاق نام ببریم ما برای که مسئولیت حرف خود ما بدوشتم کسی دیر قاچاق مواد مقدر بوده کنه
قاچاقبر مواد مخدر بود، کسی که قاچاقبر انسان بود، کسی که جنایت جنگی داشته، کسی که فساد اخلاقی داشته، کسی امروز میتونه که از در رابطه سرنوشت افغانستان اینا صحبت کنه، کسی که از دین با خبر نیست، از اسلام با خبر نیست، از سیاست با خبر نیست، که امروز جنگ فرهنگی موضوع دین و شریعت عنوان میشه با طالب، امروز خبر در این هیئت آیا اینا میتونن مذاکرات انجام بدن؟ انجام بده. شما ببینین آیا کدام منطق میشه که با مولا هیبتا، این مولا هیبت الله بلا مولا منصور و با افکار مولا عمر و مولا یعقوب بیا برای ما این جنابایی که فعلا خب در صورتی که این هیئت توان مذاکره را نداشته باشد، دنبال کردن این روند با این هیئت به مفهوم چی است؟ برمیگردیم به مو حرف سابق ما، برمیگردیم که صلح اگر ما برای موضوع صلح را که عنوان میکنن، ما فعلا در افغانستان فعلا صلح پروژه شده. شما ببینید 70 چند میلیون دلار از پیسی شورای عالی صلح در فساد اخلاقی در دوبه و در تاجیکستان و کجا مصرف رسیده. شما اونو کتاب فساد افغانستان در چنگال خونین فساد که آقای شقا مجددی چیکار که از طرف جهات استخباراتی از افغانستان از کتابخانه جمع شده، شما ببینید 75 میلیون دلار در از طرف حل منازعات شورای صلح و از کسای شورای صلح قبل سابقه ای که بود این قبل از اینکه وجود داشت از اول اینا به حیث یک پروژه از 75 میلیون دلار به فساد اخلاقی به دبی مصرف شده، به ترکیه مصرف شده، به تاجیکستان مصرف شده. آلی فعلا چهره هایی که شما میبینید که عرض اندام کرده در ارتباط صلح شما اندام که حیاتی که تشکیل شده، آیا شما امکان داره که مثلا شما ببینید آیات صلح و هر یک از اینا را شما مورد مطالعه قرار بدین، آیا اینا رقیب سیاسی گفتمان برای طالبان است یا نیست؟ تشکر. آقای صدیقی، با در نظر داشت چالش ها و مشکلاتی که در این روند وجود داره، راه حل چی است؟ چی کار باید صورت بگیره؟ اگر این پروژه است و اگر اراده وجود نداره، نیاز است که با این روند مقاطعه صورت بگیره؟ و یا فکر میکنین که زمینه اصلاحات در این روند وجود داره؟ خب چی کارهایی باید انجام شده و به خاطر اصلاح تا ما را برسانه به موفقیت؟ شما ببینین یک سوال جواب دادنش پیش از او یک مقدمه دیگه میگم کوتاه بفرمایید. و او ایست که بحث ما بحث ارزشی نیست، بحث اخلاقی نیست. یعنی ای که ما یک تعمیر میگم که اینقدر متر مکعب آب برای تخریب ازی لازم است، اگر کم و زیاد میشه دیگه ما این را نمیگم که در اینجا در سمت ازی یا در خشت ازی کی خیانت کده، کی غدر کده، یا و کی اله داده، چه رقم آمده، طبیع آمده، این بحث های ما نیست. فقط چند متر مکعب آب چقدر تعمیر میگیره تخریب میکنه بحث ما ایست. در اینجا ای که چه خوب ازی تخریب خوب است، بد است، سر دیگه گپا ما کار ندارم. طالب خوب است نیست، امریکا خوب است نیست، ما با واقعیت ها میشین میکنیم. اگر این واقعیت گفتن به اصطلاح نادانی باشه دیگه، حرف خود برادرایی که اتهام نادانی میزنن دیگه او را به خود بگیرن. و ما از تلویزیون شما هم خواهش میکنم در بحث ارزشی و اخلاقی در تحلیل سیاسی اگر ما را اشتراک کنین، شاید بر شما کم آزاردهنده باشه و حالا خود ما تحمل میکنم و شاید دفعه دیگه روی دیگه ما که موقف ایدولوژیک و موقف به اصطلاح ثبات سیاسی ما است، در او از او ناحیه وارد شدم، باز کلمات بر ما هم است که ما چه رقم بر روی مردم کلمات استعمال کنم. لطفا این کلمات که نادان است، که نادان نیست، چی شده چی نشده، از این کلمات بگذاریم. یک بحث سیاسی است، یک تحلیل سیاسی است. ما در این تحلیل میکنم، ای ما میگم که ما کتازی خوب کار ندارم که کی خوب است کی بد است. ما با یک واقعیت صلح که نیاز جامعه است، ما با او مواجه هستیم و این را میبینیم که نیمی کار از این به اتمام رسیده، نیمی کار از این که مذاکرات بین افغانی است با به اصطلاح درایت مردم افغانستان، با درایت کسایی که احزاب دارن، مؤسسات دارن، در نهادهای بین المللی و ملی به اصطلاح داخل فعالیت هستن، بر عهده از این است که چطور میتونند که در عرصه دلایل از یک حیثیت حقوقی و قانونی افغانستان وارد شوند و مسائل صلح را و حقوق مردم در شکل صلح ارائه بدارند.
هر حرکت در برابر از این حرکت یعنی که کس میکنه و زود صلح تلقی میشه. چرا نه به نفع جامعه است، نه به نفع منطقه است، نه به نفع روابط بین الملل و جهان است. بنان ما در یک تعامل قرار گرفتیم که در یک اجماع بین المللی و منطقوی به طرف صلح میرویم و اینجاست که ما باید نقش خود مثبت و ما ارزنده ادا کنیم. خب آقای صدیقی، پرسش ما همینجا است که حال با در نظر داشت قواعد بازی در روابط بین الملل، وقتی ما میریم به طرف مذاکرات میان افغان ها، تعریف ما مشخصا از چگونگی روابط افغانستان با پاکستان چگونه باشه و چی میکانیزم به عنوان اولویت ما باشه تا ای که تعامل خود با پاکستان بتانیم تعریف شده مشخص بکنیم که در آینده ها باز ما شاهد چنین جنجال های نباشیم؟ این تعریف از لحاظ مسائل اقتصادی شده میتونه، از لحاظ مسائل امنیتی شده میتونه، از لحاظ تعریف منافع ملی شده میتونه. وقتی که ما تعریف منافع ملی خود داشته باشیم، وقتی که ما تعریف منافع ملی خود تعریف کنیم و منافع دیگران را میتونیم بشناسیم، در اون صورت است که ما در یک رابطه های برد قرار میگیریم. یعنی در عرصه اقتصادی، در رقابت های اقتصادی و در بی که افغانستان یک شرایط را فراهم میکنه که در اونجا معاملات و تعاملات اقتصادی صورت میگیره که هم به نفع خودش باشه، هم به نفع منطقه و جهان باشه. در این صورت است که ما میتونیم، این بر عهده متخصصین است، این بر عهده کسایی هستند که داخل تعاملات کاری و در اجتماع هستند، از لحاظ تخصص، از لحاظ عصاهای مختلف کاری، در اون صورت است که ما میتونیم تسجیل کنیم. اما دفتن ما ایره نمیتونیم بگیم که خوب ما یک سلام و سلام علیک با پاکستان میتواند زمان تضمین کننده صلح باشه. این مسائل نه قدر سادم نیست و این را باید متخصصین و اول در بین خود افغان ها در یک مذاکرات بین افغانی ارفاق و به طرف هم بستگی بروند تا بتانند که در برابر منافع ملی خود و در برابر منافع ملی دیگرها تصمیم درست و صحیح اتخاذ کنند. تشکر بیننده های گرامی، ادامه برنامه هم تا لحظات دیگر. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای عزیزی، خوب راه حل چی است در بحث گفتگوهای صلح؟ افغانستان چگونه باید مشکلات خود با پاکستان حل بکنه؟ بسیار تشکر جمال‌زاده صاحب. من ابتدا یک مورد عرض بکنم. متاسفانه در طی 17 18 سال یا 19 سال گذشته در افغانستان با یک سری مفاهیم بسیار جدی بازی صورت گرفته. مفاهیم مثل آزادی خانم ها، آزادی بیان، رسانه ها، اینا مفاهیم بسیار زیبایی هستند که هر انسان آزاده اونها را دوست دارد. اما در افغانستان با استفاده از این عناوین مثل آزادی خانم ها، مثل آزادی رسانه ها، مثل آزادی بیان و حرفا، تحت عنوان یک پروژه به نام کانفلیکت بیلدین یا تضادسازی استفاده شده. عملا این تضادسازی با سیستم و با رویکردی که معمولا کار صورت گرفته بیشتر به دنبال ازی بودند تا برای افراطیت، برای رشد افراطیت و برای گروه های افراطگرایی زمینه و دلیل کافی برای جنگیدن و برای ادامه راهشان فراهم بکنند. ببینین امروز گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان از جمله مثل جریان طالبا، مثل داعش، بیشتر انتقاد بر روی همین آزادی ها دارن تحت عنوان یک جامعه به شدت سنتی که هنوز در اون عرف سنت خود یک بخش بزرگی از مردمش زندگی میکنن. متاسفانه از این عناوین تحت عنوان یک پروژه به نام کانفلیکت بیلدین استفاده شده و عملا روز به روز تضادها را بین جامعه ما بیشتر کرده و یک خط دیگه تحت عنوان افراط گرایی یا به عبارتی مدرن گرایی در بین جامعه و مردم ما شما کشیده شده. میایم سر بحث سوال شما. من باز همینجا میگم بسیار بترسیم از اینکه ایالات متحده آمریکا امروز اعلان میکنه که پاکستان در روند صلح افغانستان بسیار کمک کرده، همکاری کرده. به دلیل از اینکه این کمک و همکاری اگر پاکستان با ایالات متحده آمریکا و با پروسه صلح افغانستان کرده باشه، معنا و مفهومش این است که منافع پاکستان تامین شده یا ضمانت‌های کافی و ضمانت‌های قوی برای تامین این منافع وجود داره. در این شرایط لازم است تا افرادی که واقعا آزاده هستند، افرادی که واقعا دلشان برای مردم افغانستان میسوزه، ذره به ذره و جزئیات مذاکراتی که قرار است صورت بگیره را مطالبه بکنه مردم افغانستان و صاحب نظرها و افرادی که چیز فهم هستند تا و این را رسانه‌ای بکنن تا همه مردم افغانستان از این خبر داشته باشند. بالاخره خرد جمعی به او درجه از عقلانیت رسیده و هست که بتونه
این فضاها را تشخیص بده و در مورد از این اعلام خطرها را بکنه یا نقاط مثبتش را بیان بکنه. فکر میکنم اگر این مذاکرات قرار است شروع شود، صداقت در اطلاع رسانی در این مورد میتونه تمام مردم افغانستان از آنچه که داره شکل میگیره و از آنچه که داره صورت میگیره آگاه بکنه و در مقابل از او واکنش مناسب و متناسب مردم ما داشته باشه. مردم ما نقش فعال خود در این عرصه و در این برهه حساس تاریخی باید ایفا بکنن و جلوگیری بکنن از این که ما خدای نکرده یا به عبارتی به صورت بسیار خطرناکی تحت حمایه یا تحت سلطه یک کشور همسایه قرار بگیریم. تا امروز اگر کشورهای از جاهای دورتر می آمدن ما را اشغال می کردن، امیدواری ما به این بود که بالاخره اینها رفتنی هستند. اما اشغالی که به عبارت یک اشغال همسایگی و اشغال فرهنگی و اشغال به عبارت اجتماعی باشه، او بسیار خطرناکتر هست و خارج شدن از زیر یوغ چنین اشغال بسیار سخت خواهد بود. نمونه بزرگش به عبارت کشورهای آسیای میانه و روسیه هستند که شما میبینید به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در چه وضعیت و در چه جایگاهی قرار دارن، یا حتی بخشی از افغانستان در همسایگی ایران، بخشی از افغانستان در همسایگی پاکستان. و مورد بعدی است که دولت افغانستان اگر احیانا بخواهد دلسوز به مردم افغانستان باشه و دفاع بکنه از حق و حقوق مردم افغانستان به عنوان یک فرض، حالا من میگم فرض محال با یک دیدگاه بدبینانه، باید کاری بکنه تا کشورهای دیگری که میتونن منافع طرف مقابل و منافع پاکستان و منافع به عبارتی کشورهایی که میخوان افغانستان را به صورت کامل در اختیار خود داشته باشند، او کشورهای دیگر هم دخیل در موضوع بکنند. این توازن بین نیروهای متضاد باعث از این خواهد شد که حداقل نفوذ را از جانب کشورهای دیگر و در نهایت حد اکثر تامین منافع ملی افغانستان را به عبارتی به وجود بیاره و ایجاد بکنه. اگر ما مثل امروز شاهد از این باشیم که بر فرض مثال ایالات متحده آمریکا به همکاری پاکستان بیه، فقط همه کار انجام بده و پاکستان همه کاره باشه، به این معناست که منافع پاکستان تامین شده. اما اگر تضاد نیروها را در این دخیل بکنیم، هندوستان را وارد بکنیم، چین را وارد بکنیم، مثلا روسیه را وارد بکنیم، ایران را وارد بکنیم، کشورهای مشترک المنافع را وارد بکنیم، در اون صورت ما به یک نقطه تعادل میرسیم. درست است که یک معادله چند مجهوله و چند وجهی ساخته میشه و حل از او بسیار سخت‌تر خواهد شد. اما به نظر من این معادله چند مجهوله و چند وجهی حداقل نتیجهش این خواهد بود که ما نفوذ کشورهای مختلف را در افغانستان تا یک حدی کمتر خواهیم داشت. تشکر. یک نکته دیگر من باید اشاره بکنم که فقط این را در نظر داشته باشیم که خب پاکستان اگر امروز بر فرض مثال در افغانستان صلح می‌خواهد، او تقاضای پاکستان چی است؟ منفعت پاکستان چی است؟ پاکستان در افغانستان بازار ما را می‌خواهد، پاکستان حاکمیت ما را می‌خواهد، پاکستان خاک ما را می‌خواهد، پاکستان تحت الحمایه بودن ما را می‌خواهد. اگر پاکستان امروز همکاری می‌کنه، بسیار باید از داشته های ناچیز و داشته های زخمی و بیچاره خود باید بترسیم که اینها را به صورت کامل از دست ندیم. تشکر آقای ممتاز. ببینید در ابتدا ما البته می خواهیم به خاطر رفع سوء تفاهم مثل آقای صدیقی که چه در عنوان کردن، قطعا ابدا مقصود من نبوده، بل مقصود هدف ما دائم که متذکر میکنم قبلا بارها ارتکرار کردم، امی قلمبچه های سیاسی وارداتی از بیرون برای ما که صادر شدن، مطلب ما اینا جملتن هستن که در 18 سال نظام افغانستان اینا با پروژه گرفته بودن به عنوان اینو و حرفایی که اصل قول حق است، مثل که عزیزی صاحب گفت مرادش باطل است، ان چیزی که عنوان میکنن حقوق بشر و حقوق آزادی بیان و مسائلی که میگه دموکراسی و آینده حفظ باشه در مساله این عنوان میکنن، به خاطر ازی میگم. دومی که خدمت شما ای را عرض کنم که فیل حال مسئله صلح را شما میگن، زیادتر در نهادهای به نام صلح، حتی شورای عالی صلح قبلا که بوده، حل منازعات که وجود داشته به نام حل منازعات وجود داشته، عالی خان که فعلا میبینیم که دارات ساخته شده صلح، بیشتر این کرسی ها پست ها و معشوقه ها توفه داده شده. حتی اینی در لحظاتی که شما میبینین پوستار اگر شما داشته باشین یا کدوم جهتی بوده باشه، ولی اخلاقا ما نمیخوایم که عنوان کنم این و آن عنوان کنم، و که در جایگاهش بوده باشه، ما مسئول حرفای خود هستم که 85% پوستار که به نام صلح مانند دیگه اداراتی که وجود داره اینا به معشوقه ها توفه داده میشن. خب اینا شما ببینید که با این بازی با این سطحنگری با این سطحنگری با این بازی چی را بگم که نگاه اخلاقی که فعلا شما ببینید که وقتی با این به سرنوشت افغانستان بازی کردن است، نه بابا نزدن، کسایی که فعلا در صحنه
فعلا اصلا از صلح صحبت میکنن جدنا جایگاه ازی در افغانستان کجاست؟ مقام خیلی کوتاه اخلاص از اعتقاد از به افغانستان کجاست؟ ممتاز ازی که فرصت اندک است اگر کوتاه اشاره بکنه مشکل افغانستان و پاکستان پس چگونه حل شود در روند مذاکرات سو؟ ما یک چیزی داریم عنوان یک عنوان باید بتیم ما بگویم بحران عقلانیت سیاسی افغانستان افغانا این همه سیاست ده. اگر دیگه از سابقه شما ببینید از وقت عبدالرحمن خان و از ده وقت امان الله به بعد میبینین شما در دوره های بعدی حتی وقت کمونیست میبینین میبینین آل میبینین در زمان دموکراسی چی میگن قطب غربی که فعلا ورسد حتی میبینین میبینین که ما یک مشکلات این میاد که ثبات سیاسی نداریم ثبات ارزش ها وجود نداره ثبات ایدئولوژی فعلا وجود نداره یک خط قرمز در خدمت در پالیسی در سیاست ما در قبال پاکستان در قبال امریکا در قبال امریکا در قبال اتحاد شوروی به معنی چی شما دیدین که دیروز کسایی که در خدمت سوسیالیسم بودک نه در قسمت چین کمونیسم بودک کسایی که دیروز در خدمت کمونیسم بودن امروز در خدمت امپریالیسم است تشکر امروز در خدمت سوسیالیسم است تشکر آقای ممتاز یعنی کسایی که عنوان میکنه عنوان کسایی که دیروز پاکستان عنوان میکردن از طرف پاکستان تربیت شدن امروز مخالف پاکستان هستن امروز دوست هند هستن امروز دوست روسیه هستن این می بی ثباتی سیاسی ما را به یک فحشای سیاسی کشانده تشکر آقای صدیقی خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین که در بحث در کنار ثبات سیاسی یعنی داخل ساختن کشورهای متعدد منطقه که در داخل افغانستان منافع مشترک دارن میتونه بر حل مشکل افغانستان و پاکستان کمک بکنه؟ سوال راجع به ما بود؟ بله صدیقی صاحب بله ما آقای ممتاز ما را مجبور ساخت که ما از یک حالت اشاره به یک تصریح برایم دیگه ما معذرت میخوایم اردو مهمان نور چشم مثلا و عزیز مثلا ولی حرف ما متوجه به مولانا صاحب ممتاز نبود حرف ما در کلمات بود که ما کلمات مناسب در یک بحث نبود که آقای عزیزی استعمال کردن و ما با آدرس از اونها گپار زدم این را به صراحت ما در خفا و در اشاره گفتم و مر مجبور ساخت که آقای تشکر آقای صدیقی کشاندن کشورهای منطقه میتونه مؤثر باشه خیلی کوتاه چون فرصت تمام است منطقه گپ تسجیل شده است منطقه در کشورهای منطقه در مسائل افغانستان شریک هستند این طور نیست که کشاندن از اینکه ما کی میتونه که ایران میتونه به اصطلاح خامنه ای میتونه از گلونایشان بگیره به خاطر افغانستان بیاره اینجا چیز کنه که در میدان بشینن و افغانستان صلح کنه نه هر کس منافع داره منافع خود تعقیب میکنه و بر اساس منافع خود در مسئله صلح افغانستان شریک است تشکر سپاسگزار هستم از حضورتان آقای دکتر فضل من الله ممتاز عبدالبصیر صاحب صدیقی و آقای حمید عزیزی بیننده های عزیز شما هم تشکر که تا این دم بیننده بحث ما بودن تا برنامه بعد بدرود